از دستم صاحب دلا خدا را در داک راز پنهان خواهش شد آشکارا کشتی شکستگانیم ایباد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سلف هشتم یکبار دیگر از برنامه مکتب هادی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم عزیزان جان به جلسه 21 رسیدیم از مضمون ادبیات دری عنوان درس امروز شما معینه و مهمات منفجر نشده است در حوزه بخش دوم که در واقع حوزه دستور زبان شما می باشد با یک کلمه جدیدی تحت عنوان اقسام قید آشنا خواهیم شد دوستان در فضای مجازی ما رو دنبال کنید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما عزیزان در مورد دروس مختلف درس خودتان خاص درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی کار خانگی جلسه قبل را حل میکنیم به مثال جلسات قبل در واقع این کار خانگی حل خواهد شد و بعد وارد درس نو شویم کار خانگی چه گفته از شما و چه خواسته گفته که قید را با ذکر مثال تعریف کنید قید 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 گفتیم که در حوزه ادبیات دری ما انواع کلمات مختلفی داریم که یکی از این کلماتی که در حوزه فعل میتواند کمک کننده باشد یاری دهنده باشد قید است قید چیست؟ قید کلمه ای است که در ساختار جمله برای توضیح بیشتر برای کامل کردن مفهوم فعل جمله شما به کار گرفته میشه پس چه دوستان میگوییم قید چیست قید کلمه است که برای توضیح بیشتر فعل یا کامل کردن مفهوم و معنای فعل بکار کار پس هر زمانی شما در ساختار جمله تان دوستان یک فعل داشتید که خاصی او فعل را توضیح به تشریحش بکنید از کلمه چه استفاده میکنید از قید استفاده میکنید نگاه کنید دوستان ما یک همسانی داریم یک شباهت داریم یک کلمه صفت داریم یک کلمه قید داریم که از نظر شکل ظاهری به هم نزدیکن ولی یک تفاوت عمده داره تفاوتشان در چیز این که وقتی ما میگوییم صفت صفت توضیح چی بود توضیح بیشتری اسم است در ساختار جمله شما یک اسم دارید که این اسم نیاز به توضیح بیشتری نیاز به توصیف بیشتری نیاز به تشریح بیشتری دارد از کلمه صفت برای توضیح اسم استفاده میکردیم حالی ما میخوایم اگر فعل خودمان را توضیح بیشتر دهیم تشریحش بکنیم از کدام کلمه استفاده میکنیم از قید استفاده میکنیم پس قید برمیگردد به فعل جمله شما در حالی که صفت برمیگردد به اسم جمله شما حالی اگر بخوایم برای قید در واقع مثالی بزنیم میگوییم که اقسام متعدد مختلف و گوناگونی برای قید میتوان تصور کرد ولی ما یک مثال میزنیم و در قالب یک مثال برای شما توضیح میدهیم خب شاگرده عزیز نگاه کنید قید یک کلمه بسیار بسیار مهم و اساسی در حوزه دستور زبان است ارتباط معنایی مفهومی ساختاریش با فعل جمله است که را توضیح بیشتر میدهد خب آلی مثال اگه بخوایم دو سان ذکر بکنیم بیان بکنیم برای قید انواع مختلفی قید دارد برایش اقسام مختلف قابل تصور است ولی ما یک نمونه را برای شما ذکر میگوییم می میگوییم چی؟ میگوییم متاسفانه دیروز در امتحان دری کامیاب نشدم کامیاب نشدم خب کدام کلمه قید است یا کدام کلمات قید است یک میگوی متاسفانه این کلمه متاسفانه یک قید است چرا قید است چون ما میگوییم که اولا نوعش قید حالت است ان در جلسه امروز در مورد انواع قیدها با هم صحبت خواهیم کرد ولی پیش پیش براتون بگوییم که یکی از حالت ها، یکی از انواع و اقسام قید کلمه متاسفانه است که قید حالت است شوربختانه متاسفانه خوشبختانه این کلمات کلماتی است که حالت مخاطب را بیان میکند خب میگه متاسفانه دیروز در امتحان دری کامیاب نشدم در کنار کلمه متاسفانه یک کلمه دیگر هم داریم است. او کلمه چیه؟ دیروز دیروز هم به مانند کلمه متاسفانه قید است چه نوع قیدیه؟ قید زمان است که زمان انجام او کار یا او فعل را برای ما نشان میدهد و مشخص میکند خود نگاه کنید دوستان ما میگوییم متاسفانه قید است این متاسفانه در واقع چه حالتی را از چه کاری نشان میدهد این حالتی را از کامیاب نشدن نشان میدهد درسته فعل جمله شما چیه کامیاب نشدم خب وقتی میگوییم نگاه کنیم متاسفانه باز حالت فعل را بیان میکند در واقع قید زمان ما که دیروز هم هست این هم باز چرا بیان میکنه دوستان باز هم برمیگردد به فعل و زمان فعل را نشان میدهد پس دوستان نگاه کنید قید یک کلمه است که توضیح بیشتر اسم رو میدهد و برای ما فعل را روشنتر می کند و یک شاخصه اصلی دارد شاخصه اصلی فعل در واقع شاخصه اصلی قید در داخل جمله است که قابل حذف است شما اگر قید را از جمله خود حذف کنید کنار بگذارید به ساختار اصلی جمله شما هیچ گونه خللی هیچ گونه نقصانی وارد نمیشه به طور مثال نگاه کنید ما اگر این بخش حذف کنیم این قسمت را کنار بگذاریم بگوییم در امتحانا در امتحان دری کامیاب نشد. شدم باز هم معنای جمله یک معنای کامل است در حالی که اگر قید را میوردی چی میشد یک حالت رو مشخص میکردی حالت رو به فعل اضافه میکردی و دیروز رو اگر به این جمله اضافه کنی در واقع حالت رو که اضافه کردی هیچ میآیید زمان را زمان انجام دادن این حالت و این در واقع وقوع کار را نشان میدهید شاگردای عزیز و گرامی و درس جدید خود بپردازیم و بررسی بکنیم که امروز چه مفهومی را میخواهیم ما و شما با هم بررسی کنیم اما تا که میبینید دوستان درس 21 شما عنوان درستان تحت عنوان معنی و مهمات منفجر نشده است متاسفانه کشور عزیزمان افغانستان در زمره کشورهایی است که همواره مورد تهاجم های داخلی و خارجی واقع شده و رنگ آرامش را در طی نزدیک 50 سال ندیده یا کمتر دیده و یکی از آثار مخرب یکی از پیامدهای بسیار بسیار مخربی که بر بالای وضعیت در واقع زندگی وضعیت امنیتی وضعیت در واقع رفاهی جامعه ممکن است بگذارد همین وضعیتی است که در واقع پیامدهای مخرب جنگ است جنگ در واقع یک چهره بسیار زشت یک صورت بسیار در واقع کری دارد که بسیاری از افراد از سنین پیری گرفته تا سنین در واقع خورسالی را در بر می گیرد که از آثار مخرب او در امان نخواهد بود کشور عزیز ما چند ده است که از جنگ رنج میبرد برخی مناطق کشور از ماین ها و مهمات منفجر نشده پاک نشده است متاسفانه هنوز که هنوز میبینیم در بسیاری از ساحات در بسیاری از مناطق بخشهایی رو داریم قسمتهایی رو داریم که هنوز که هنوز است یا مهمات منفجر نشده در او ساحه هنوز برقرار است یا زمین ها از من پاک نشده و بسیار بسیار بر بالای سلامتی و ایمنی افراد جامعه اثر مخرب دارد. باید با این ساحات آشنا شویم پس وظیفه ما در قبال این ساحه این مناطق چه دوستان یک اول این ساحات را بشناسیم بدانیم کدام مناطق پاک شده کدام مناطق پاک نشده مناطق در واقع معین گذار شده کدام است مناطق پاک شده کدام است و باید با نشانه های خطر نیز آشنا شویم یک سری علامت ها یک سری نشانه ها در حوزه ای ایمنی بر بالای این در واقع مناطق مهمات منفجر نشده و ماینها ها قرار دارد که می توانیم با این علامت ها آشنا شیم و کاربرد هر یک را بدانیم خب علامت های رسمی که تحت عنوان علامت های بین المللی برای صحات مختلف ماینها ها و مهمات منفجر نشده دوستان سه شکل دارد یا سه قسم است. قسم اول رنگ های چیه دوستان سفید رنگ است هر زمانی که شما دیدید که یک قسمتی را رنگ سفید زده حالا میتواند که او قسمت بر بالا یک چوب باشد میتواند یک سنگ باشد میتواند چیز دیگری باشد ولی یک علامتی بر رنگ سفید باید موجود باشد که وقتی رنگ سفید را در واقع دیدید بر نزدیک اون منطقه متوجه چی میشوید متوجه میشه که این منطقه یک منطقه پاک یک ساحه پاک یک منطقه محفوظ است که در واقع هیچ گونه معنی هیچ گونه ماده منفجر نشده ای در این ساحه موجود نیست در مقابلش ما چی داریم دوستان یک سری علامت های سرخ رنگ داریم اگر شما دیدید که یک منطقه از سنگ های رنگ سرخ بسیار بسیار پوشیده شده در اطراف اون منطقه در اطراف اون ساحه به اون ساحه و اون منطقه به هیچ عنوان نزدیک نشوید چرا چون اون منطقه 100 فیصد، 100 درصد فی پر از چی؟ از منها و مهمات منفجر نشده که نزدیکی شما در این مناطق بسیار خطرآفرینه و بعضی مناطق دیگر داره دوستان که در واقع رنگ چیه؟ آبیه، آبی رنگ می حالا سنگایی که در واقع آبی رنگ است در اون منطقه اگه زیاد مشاهده میشه یک منطقه در واقع 50 فیصد است یعنی چی یعنی خطر ماین های منفجر نشده و ساحه جنگی در این منطقه هنوز موجود است علی این اینکه ممکن است بسیاری از ماین پاکان آمده باشه اون منطقه را پاک کرده باشه اون ساحه را پاک کرده باشه ولی هنوز هم احتمال داره احتمال داره احتمال داره که به طور کلی اون منطقه از این مواد پاک نشده باشه و بر بالای صحت شما بر بالای ایمنی شما بسیار خطرناک است خب دوستان در کنار علامت های رسمی علامت های بین که با گفتیم چه رنگ بود؟ سفید رنگ بود، سرخ رنگ بود و آبی رنگ بود در کنار این سه علامت که در واقع گفتیم در حوزه بین از او استفاده می شود یک سری علامت های محلی و منطقوی نیز داریم که علامت های غیر رسمی از او یاد میکنند خب این علامت ها کدام از دوستان؟ یکی میگیم کوتسنگ یا خاک یک جاهای شما میبینید که یک سری مناطقی هستن که خاک برداری کرده یک مناطقی با خاک در واقع منطقه بندی کرده که به اون منطقه نزدیک نشوید این منطقه در واقع نشاندنده یک آلارم است یک هشدار برای شماست تیر ساخته شده از چوب یا سنگ در اطراف ساحه خطرناک وجود چنین چیزهایی نیز در اطراف یک منطقه خطرناک نشان دهنده یک هشدار برای شماست مسدود کردن سرک با چوب یا شاخه درخت نیز میتواند یکی از, این... علامت های محلی باشد دوستا در کنارش سنگ های قرار داده شده در عرض جاده ها برخی از جاده ها مناطق بسیار بسیار مساعدی برای این مهمات منتجه نشده یا برای این معین ها می باشه که این مناطق را به خاطری که بسیاری از افراد خاصه و کودک ها خاصه بچه ها و طفل که برای بازی می آید از کنار او سرک ها از کنار او جاده ها عبور میکنن در واقع نزدیک این مناطق نشود اطراف این مناطق رو میان چیکار میکنن سنگ سنگهایی در واقع به صورت طولی قرار میدن که فقط ماشین ها و موتورها از اون منطقه عبور کنند و جایی برای استراحت برای توقف نباشه چرا چون اون منطقه یک منطقه خطرناک است علامت چلیفا که از چوب ساخته شده باشد برخی وقتا دوستای علامت چلیفاست علامت رو نگاه بکنید این علامت نشان دهنده ایست ای است که این منطقه یک منطقه خطر است این منطقه یک منطقه پاک نشده است یک ساحه ماین گذاری شده است که به این منطقه نزدیک نشوید و از اون منطقه فاصله بگیرید خب در کنار علامت های بین محلی یک سری علامت های دیگر این موجود است کدام است در منطقه که قبلا جنگ اتفاق افتاده است یک سری مناطق هستن که قبلا جنگ بوده در اطرافش ما هیچ گونه علامتی نه رسمی نه محلی نمیبینیم ولی میدانیم که در این منطقه در یک زمانی در یک موقعی یک جنگ بسیار کلانی رخ داده پس اون منطقه در واقع عقل سلیم ما می گوید که نزدیک نشوید چرا چون ممکن است ممکن است در داخل اون منطقه مین باشد راکدی باشد یا چیزی دیگری باشد که هنوز عمل نکرده باشه وجود پست و استخان در یک ساحه گاهی وقتا شما ممکن است که یک ساحه بروید در اطراف نگاه کنید که هنوز اجساد به صورت کاملا از بین رفته مشاهده می شود وجود داره، استخانی وجود داره، جمجمه در واقع خوش نشده اونجا وجود داره که نشان میده که این منطقه یک منطقه جنگی بوده ولی هنوز هم بوی چی می آید دوستان؟ بوی مینها و مشام انسان سرایت کند قرارگاه ها و موزه های نظامی برای جنگ ها اگر دوستان نگاه کنید پوسته نظامی یکی از بهترین مناطق بهترین در واقع مراکزی هستند که یا مین منفجر نشده یا راکت هایی که در واقع توسط افرادی که با یک دیگر در جنگ بوده در جنگ های بوده شلیک کرده و ممکن است در داخل فوسه ها و اون مناطق و قرارگاه ها عمل نکرده باشه این راکت ها این مین‌ها ها یا این مواد منفجر نشده از اون مناطق حتما دوستان بپریزید حتما دوری کنید تغییر شکل اراضی بعضی وقتا بریم نگاه میکنید که یک منطقه کشاورزی یک زمین زراعی از نظر ساختار شکلی دچار تغییر و دیگرگونی شده و در واقع میبینید که چاله چاله در نقاط مختلف این وجود داره حفره های بسیار متعددی که ساخته دست حیوانات نیست یک حفره های موجود است که تغییر شکل داده حفره‌های بسیار بزرگ و کلان است این حفره ها در واقع ممکن است یکی از مناطق مساعد و مساعد برای این مواد باشه بقایای وسایل نظامی خراب نشده نیز یکی از این مسائل است دوستان میتواند برای شما بسیار اهمیت پیدا کند و وجود سیم خاردار نیز یکی از نشانهای هشدار به ما و شماست که نگاه میکنیم که اطراف مناطقی که سیم خاردار کشیده شده دوستان به طور احتمال نه به طور قطع به یقین مناطقی هستند که حاوی ای مواد هستند خب دوستای عزیز بخش دوم بحث امروز ما در حوزه اقسام قید است اگه خاطر عزیزان باشد در جلسه قبل گفتیم در ابتدای جلسه امروز تان را حل کردیم تحت و عنوان قید بود قید را مثال زدیم و برای شما توضیح دادیم گفتیم که قید چیز؟ قید یک کلمه است که در ساختار جمله برای توصیف، توضیح و تشریح بیشتر فعل استفاده میشد و میخواد فعل رو حالتش را بیان کند، اقسامش را بیان کند، کیفیتش را بیان کند، زمانش را بیان کند، مکانش را بیان کند و و و و و حالت مختلف داره حالا میخوایم اقسام قید را نگاه بکنیم ما ده نو قید در حوزه زبان و ادبیات دری داریم که با یکدیگر دیگر تک تک بررسی خواهیم کرد خب قید اول دوستان قید زمان است قید زمان نشان دهنده وقت وقوع فعل است میخوایم نشان دهیم که یک کاری یک عملی یک حالتی در چه زمانی انجام شده است میگویم چی دیروز شفی به مکتب آمد دیروز شفی به مکتب آمد وقتی کلمه دیروز را بیان میکنی این میشه قید زمان ما قید زمان است که نشان میدهد که این واقع واقعی ای به مکتب آمدن شفی در چه زمانی رخ داد چه زمانی دیروز قید بعدی قید مکان است. گاهی وقتا ما میخوایم چیکار کنیم؟ وقوع یک فیل را در یک جای مشخص بکنیم که در واقع مکان وقوع و روی دادن او فعل است. میگوییم وحید به بامیان رفت. به کجا رفت؟ وحید به بامیان رفت. به بامیان نگاه کنید ولایت بامیان هموشی چیه همون قید مکان ماست. یا میتواند قید مقدار باشد مقدار یعنی چی؟ یعنی نشان دهنده اندازه و مقدار وقوع فعل که در واقع فعل به چه میزانی و چه مقداری روی داده است حسنیه در درسهایش بسیار کوشید چقدر کوشید حسین در درسهایش بسیار کوشید بسیار میشود چی؟ قید مقدار قید بعدی چه دوستان؟ قید حالت است قید حالت نشان دهنده چگونگی وقوع فعل است برای که نگاه کنیم که یک فعل به چه طوری به چه شکلی به چه صورتی اتفاق افتاده از قید حالت استفاده میکنیم که حالت شخص رو نشان بده به طور مثال میگوییم عبدالکریم آهسته آهسته می آمد عبدالکریم به چه شکل می آمد دوستان آهسته 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 یعنی چی یعنی قید حالت عبدالکریم که آهسته آهسته به چه برمیگرده به آمدن برمیگرده که فعل جمله شما باشه یا میتواند قید چی باشد قید تاکید باشد دوستان قید تاکید در واقع نشان دهنده تشدید وقوع فعل است که ما میخواهیم نگاه کنیم که فعل به چه کیفیتی صورت گرفته ممکن است مثلا اصلا اتفاق نیفتاده باشه ممکن است 50 درصد اتفاق افتاده باشه ممکن است 100 درصد اتفاق افتاده باشه که 100 درصد در واقع چیه همون قید تاکیده مثل چی دوستان میگوییم حتما با تلاش و کوشش در امتحانات کامیاب میشوی حتما یعنی چی؟ یعنی احتمال نمیدهی یعنی نمیگه نه اصلا امکان پذیر نیست حتما یعنی صد فیصد یعنی چی؟ کاملا حتما در اینجا میشود قید تاکید شما یا قید میتواند حالت پرسشی نیست و خود بگیرد نشان دهنده عملی کردن استفهام در وقوع یک فعل هر زمانی که شما یک فعل را به گونه پرسش و سوال و استفهام بیان میکنید ای حالت به خود میگرد فعل در واقع ای حالت به خود میگرد چرا؟ چرا رؤیا و شکوفه رفتن؟ چرا رؤیا و شکوفه رفتن؟ این درست است که یک جمله سوالی است دوستان ولی در عینی که سوالی میباشد ای چرا در واقع نقش چی پیدا میکند؟ نقش قید پرسشی پیدا میکند یا قید برعکس گفتیم قید تاکید را بیان میکند قید شک نیز هست یعنی ممکن است ما حتما نگیم نگوییم که نشان دهنده تشدید وقوع یک فعل در واقع در جمله است گاهی میتوان نشان دهنده کشاندن وقوع فعل به یک شک باشد به یک گمان باشد چه میشد شاید شمسیه به خانه رفته باشد شاید وقتی میگویید یعنی چی یعنی به طور قطع به یقین به طور تشدید به طور حتمی به طور در واقع چی به طور کاملا مطلب را بیان نمیکنی بلکه وقتی بیان میکنی با احتمال بیان میکنی با شک بیان میکنی با گمان در واقع ای وقوع را بیان میکنید یا قید دوستان میتواند قید نفی باشد قید نفی نشان دهنده تاکید بر عدم وقوع فعل است برعکس قطع چی بود دوستان قید تاکید بود که ما در قید تاکید میآمدیم به طور صدح فیصد میگفتیم اینج برعکس است وقوع یک فعل را بیان نمیکنیم بلکه میگوییم این فعل اصلا واقع نشده این فعل اصلا رخ نداده فاطمه هرگز دروغ نمیگوید فاطمه هرگز دروغ نمیگوید وقتی میگویید هرگز یعنی چی یعنی هیچ امکان ندارد به هیچ صورت به هیچ شکل اصلا 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 اتفاق نمیفته چه اتفاق نمیافتد دروغ گفتن فاطمه یا می قید حالت تمنا بگیرد نشان دهنده وقوع فعل با خواهش و تمنا و آرزو باشد هر زمانی که خواسته خود را به گونه تمنا و آرزو خواهش بیان کردید باید از قید چی استفاده کنید از قید تمنا استفاده کنید کاش کاش فردا باران ببارد وقتی میگوید کاش یعنی چی یعنی میخواهید یک خواسته دارید یک آرزو دارید یک تمنایی از او بالا دارید این میشه چی قید تمنا یا قید قید نتیجه است شما میخواید نشان دهنده یک عملی که باشید که این عمل یک بازخورده داشته یک نتیجه ای داشته نتیجه اش رو به گونه چی بیان میکنید قید نتیجه بالاخره والدینم به مکتب آمدن بالاخره والدینم به مکتب آمدن ان شاء آرزو میکنیم که والدین همه شما شاگردای عزیز تک تک سر بزند به مکاتب شما جویای احوال شما بشد وضعیت تحصیلی شما را پیگیری نماید و با معلم ها و مکاتب همکاری گرم و صمیمی داشته باشد بالاخره در واقع در این جمله قید دوستان قید نتیجه است که نتیجه یک فعل را بیان میکند <محن> کار خانگی جلسه بعدی شما دوستان است که قیدهای زمان حالت و تمنا را با ذکر مثال توضیح دهید ده نوع قید را گفتیم توضیح دادیم تعریف کردیم مثالش را بیان کردیم حال می خواهیم از این انواع دهگانه قید سه نوع زمان حالت و تمنا را شما تعریف کنید و مثال بزنید خب شاگرده عزیز و گرامی مکتب حادی در پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه 21 از مضمون ادبیات دری را در همین لحظه خلاص کردیم عزیزان جان مانده نباشید خسته نباشید کانال ارتباطی ما در فضای مجازی را حتما 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 پیگیری کنید با ما ارتباط داشته باشید نمبر ارتباطی را به خاطر بسپارید 2964 780 255 40 13 آماده دریافت نظر پیشنهادات شما در حوزه دروس مختلف مکتب خادی خاصه درس زبان و ادبیات دری خواهد بود عزیزان جان خداوندیار و, و نگهدارتان